سلام و درود به همه شما همراهان خوب هویج. خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. 10 سلاح عجیب و غریبی که در دوران جنگ جهانی دوم ساخته شدند. جنگ جهانی دوم خانمان سوزترین جنگ تمام دوران بود که تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار داد و باعث تغییر مسیر تاریخ برای همیشه شد. در طول جنگ جهانی دوم طرفین برای بردن جنگ دست به هر کاری می‌زدند که در اکثر مواقع نتایج فاجعه باری داشتند. متفقین و متحدین بدین منظور سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی تکنولوژی‌های جدید نظامی کرده بودند و با ساخت سلاح‌های جدید و گاه عجیب و غریب سعی داشته شرایط در میدان نبرد را به نفع خود تغییر دهند. سلاح‌ها با یک هدف ساده و مشخص ساخته می‌شوند. برای کشتن یا ناتوان کردن افراد، شیوه‌ای که این کار انجام می‌شود نیز مشخص و سرراست است. اما گاهی برای رسیدن به این هدف، انسان دست به کارهای دیوانه‌واری می‌زند. در ادامه این ویدیو قصد داریم شما را با 10 سلاح عجیب و غریبی که در دوران جنگ جهانی دوم ساخته شدند آشنا کنیم. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. شماره 10، تاوش پانزر. تانک موسوم به تاوش پانزر که به معنای تانک غواص است، یکی از تانک‌های ساخت آلمان بود که به طور ویژه برای عملیات شیردریایی در طول جنگ جهانی دوم به منظور حمله به بریتانیا طراحی شده بود. هرچند که هیچگاه این عملیات به مرحله اجرا در نیامد. این تانک طوری طراحی شده بود که در ساحل پیاده شده و سپس با وارد شدن به آب و رفتن به عمق خود را به آن طرف ساحل رسانده و سربازانی که در سواحل بریتانیای پیاده می‌شدند حمایت آتش می‌کرد. در واقع این تانک ها همون تانک های پانزر 3 بودند که تغییراتی در آنها ایجاد شده و کاملا ضد آب شده بودند. این تانک دارای لوله های اگزوز یک طرفه بود و یک لوله شناور نیز به موتور وصل می شد که هوای مورد نیاز آن را تامین می کرد. با تمام این تغییرات اما تانک مورد نظر تنها می توانست 20 دقیقه در زیر آب مانده و در آب های با عمق بیش از 15 متر نیز نمی توانست وارد شود. زیرا لوله یا شلنگی که هوای مورد نیاز موتور را تامین می‌کرد بیش از این نمی‌توانست طولانی باشد. طراحی و تست‌های اولیه این تانک با موفقیت انجام شده و 150 دستگاه از آنها نیز ساخته شد. بعد از لغو شدن عملیات حمله به بریتانیایی‌ها، این تانک‌ها بین واحد‌های زرهی معمول تقسیم شد. البته از این تانک بعدها برای عبور از رودخانه باگ در طول حمله نازی‌ها به شوروی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن نیز در واحد‌های زرهی متعارف به کار گرفته شدند. تانک دیده ای. در حالی که نازی ها تانکی ساخته بودند که می توانستند از آن برای انجام عملیات آبی و خاکی در سواحل دشمن استفاده کنند، متفقین تغییراتی در تانک های خود ایجاد کرده بودند که با آنها اجازه می داد روی آب غوطه ور بمانند. در واقع در اطراف این تانک یک صفحه پارچه‌ای قرار گرفت که در صورت نیاز می توانست باعث غوطه ور شدن آن روی آب شود و توربین هایی نیز برای تولید نیروی پیشران روی آن نصب شده بود. این تکنولوژی برای اولین بار در سال 1941 به کار گرفته شد و بعد از بررسی تانک های مختلف در نهایت تانک شرمن برای این کار انتخاب گردید. از این تانک برای اولین بار در روز موسوم به دی‌دی که متفقین نیروهایشان را در نورماندی پیاده کردند استفاده شد. در این عملیات بزرگ جنگ جهانی دوم، دریای ناآرام 27 دستگاه از این تانک ها را به عمق آب فرستاد، اما موج بعدی ورود این تانک ها با موفقیت همراه بود و بعدها نیز در عبور از رودخانه راین در حمله به آلمان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. شماره 8، کارل برات. آلمانی ها کار روی یک توپ غول‌پیکر را در سال 1936 در بحبوحه جنگ جهانی دوم برای نفوذ به خطوط دفاعی مستحکم موسوم به ماژینو لاین در فرانسه آغاز کردند. این توپ ابتدا طوری طراحی شد که به صورت تکه تکه به نزدیکی محل عملیات منتقل شده و سپس سرهم شده و مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل وقتی مشخص شد این توپ بسیار سنگین است، آن را به تجهیزات خودکششی تجهیز کردند. اولین نمونه از این توپ در سال 1939 تست آتش خود را با موفقیت انجام داده و تست خودکششی آن نیز یک سال بعد به انجام رسید. این توپ بزرگ به افتخار یکی از ژنرال‌های آلمانی به نام کارل بکر که در پروژه طراحی آن دخالت زیادی داشت، کارل گرات به معنای ماشین کارل نامگذاری شد. این تانک غول‌پیکر لوله‌ای با کالیبر 600 میلی‌متر داشته و می‌توانست گلوله‌ای به وزن 1800 کیلوگرم را تا فاصله 5 کیلومتری پرتاب کند. نمونه‌های دیگری از این توپ نیز با کالیبر 540 میلی‌متر بردی نزدیک به 10 کیلومتر داشت. هر قبضه از این توپ قطاری از تجهیزات هم‌کننده همراه خود داشت که هر کدام از چندین تانک دارای 4 ردیف شنی تشکیل شده بود.
اما حتی با توجه به اینکه مخزن گلوله‌های این توپ روی تجهیزات هم‌کننده دیگری نصب شده بود، نیز توپ مذکور و شاسی آن بیش از 124 تن وزن داشت. شش قبضه از این توپ ساخته شد که در جبهه شرقی علیه شوروی و بعدها نیز در جریان حمله متفقین به آلمان در جبهه غربی مورد استفاده قرار گرفت. از موفقیت‌های این توپ می‌توان به نابود کردن خطوط دفاعی مستحکم نیروهای شوروی در سواستوپول اشاره کرد. با پیشرفتن جنگ استفاده از این توپ سخت‌تر و سخت‌تر شد، زیرا حمل و نقل آن بسیار سخت بوده و در برابر حملات هوایی نیز به شدت آسیب‌پذیر. در پایان جنگ جهانی دوم تعدادی از این توپ‌ها به دست نیروهای آمریکایی و شوروی افتاد و اکنون یک نمونه از آن در موزه تانک روسیه قرار دارد. شماره 7، استورم تایگر. بعد از نبرد فاجعه‌بار استالینگراد در جنگ جهانی دوم، که گروه‌های کوچک مصمم نیروهای دفاعی متفقین موفق شدند با استفاده از ساختمان‌های تخریب شده به عنوان پوشش، تعداد قابل توجهی از سربازان آلمانی را در نبردهای خیابانی از پای درآورند، هیتلر درخواست طراحی سلاحی را کرد که بتوان با آن مناطق شهری مستحکم را با قدرت مستقیم آتش نابود کرد. بدین ترتیب بود که استورم تایگر ساخته شد. استورم تایگر یک خودروی نظامی کاملا زرهی بود که یک پرتاب کننده ی راکت بزرگ نیز روی آن قرار داشت. این خودرو که با استفاده از شاسی تانک مشهور تایگر وان ساخته می شد، پیش از پیش با زرههای سنگین و مقاوم تجهیز شده بود. در اطراف لوله پرتاب کننده ی راکت این خودروی زرهی نیز سوراخ‌های ایجاد شده بود که گاز ناشی از احتراق و شلیک گلوله از طریق آنها خارج می شد. گلوله های این خودرو چنان سنگین بودند که خود آن تنها توان حمل 14 گلوله را داشت. نمونه اولیه این خودرو زرهی برای سرکوب کردن شورش لهستانی‌های در ورشو مورد استفاده قرار گرفت و چندین دستگاه دیگر نیز در میدان نبرد جنگ جهانی دوم به کار گرفته شدند. این سلاح بسیار ترسناک بود اما دقت بسیار کمی داشت. همچنین استورم تایگر برای نبردهای تدافعی که آلمان بعد از سال 1943 در پیش گرفته بود مناسب نبود. شماره 6، پروژه زونو. پروژه زونو در سالهای 1920 توسط نیروی اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت هوایی از نیروهای زمینی و همچنین حفاظت از بمب افکن‌ها در مقابل جنگنده‌های دشمن آغاز شد. این پروژه در واقع ساخت هواپیماهای غول‌پیکر بود که خود مانند ناوهای امروزی هواپیماهای متعددی را روی عرشه خود حمل می‌کردند. در واقع این هواپیمای غول‌پیکر از یک بمب‌افکن بزرگ TB-3 همراه با تعدادی جنگنده و بمب‌افکن کوچکتر تشکیل شده بود. TB-3 می‌توانست تا 3 هواپیمای دیگر را روی خود داشته باشد و 2 فروند روی بالها قرار گرفته و 1 فروند نیز زیر بدن قرار می‌گرفت. در صورت نیاز هواپیماهای روی باله ها به زیر باله منتقل می شدند. اولین نمونه از این هواپیمای غول‌پیکر در طول سالهای اول حمله آلمان به شوروی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1941 یک TB-3 که 2 بمب افکن شیرجه را روی خود داشت توانست خود را به نزدیکی یک میدان مهم نفتی آلمان در پولیستی مجارستان برساند. این بمب افکن ها با موفقیت تأسیسات مورد نظر را بمباران کرده و بدون اینکه آسیبی ببینند به پایگاه خود بازگشتند. این پروژه پس از انجام 30 ماموریت در طول جنگ جهانی دوم در سال 1942 کنار گذاشته شد. شماره 5، بمب پرنده میستل. پروژه میستل توسط شرکت آلمانی در سال 1942 انجام شد و در واقع نمونه مفهومی یک هواپیمای بدون سرنشین و پر از مواد منفجره بود که توسط خلبانی که در یک جنگنده نصب شده روی آن قرار می گرفت به سمت هدف هدایت می شد. اولین نمونه ها در سال 1943 ساخته شد اما در طول جنگ جهانی دوم برای اولین بار در سال 1944 که عرصه بر آلمان در میدان نبرد تنگ شد به طور عملی مورد استفاده قرار گرفت. بیش از 100 فروند بمب افکن GU-88 از تجهیزات معمول خود تخلیه شده و سپس به یک بمب پرنده غول‌پیکر تبدیل شدند که هر کدام بیش از 1800 کیلوگرم مواد منفجره را در خود داشتند و به یک هواپیمای هدایت کننده که روی آن قرار می گرفت وصل می شد. این ترکیب بسیار کند بود و نهایت سرعت آن به 240 کیلومتر در ساعت می رسید. به همین دلیل در صورت مشاهده شدن هدفی آسان برای هواپیماهای دشمن محسوب می شد. علاوه بر این دقت این هواپیما بسیار کم بود و در بسیاری از موارد به هدف اصابت نمی کردند. شماره 4، سورکوف. یک زیردریایی بسیار غول‌پیکر توسط فرانسوی‌ها در اواخر دهه 1920 ساخته شد که سورکوف نام داشت. این زیردریایی بیش از 4000 تن وزن داشت و 2 توپ 20 سانتی متری نیز روی آن نصب شده بود که معمولا روی کشتی‌های غول‌پیکر یافت می‌شد.
با امضای معاهده دریایی واشنگتن، ساخت زیردریایی‌هایی با وزن بیش از 2800 تن ممنوع شد، اما با اضافه کردن یک بند به این قرارداد، فرانسه توانست این زیردریایی خود را حفظ کند. این زیردریایی در ابتدا به عنوان اولین فروند از 3 زیردریایی جدید کلاس سورکوف ساخته شد، اما بعد از آنکه ساخت کشتی‌ها و زیردریایی‌های با این وزن و اندازه ممنوع گردید، این زیردریایی منحصر به فرد برای همیشه یگانه ماند. این زیردریایی در طول جنگ جهانی دوم و تا سال 1940 که آلمان‌ها به فرانسه حمله کردند، در خدمت نیروی دریایی فرانسه باقی ماند. بعد از اینکه در سفری به بریتانیا یکی از موتورهای آن آسیب دید، سورکوف در بندر پولیموس تعمیر شده و پس از تسلیم شدن فرانسه، بریتانیا مالکیت آن را در دست گرفت تا به دست نیروهای آلمانی نیفتد. زیردریایی سورکوف بلافاصله به خدمت ارتش آزاد فرانسه درآمده و در سال 1941 و پس از اعلان جنگ ایالات متحده به ژاپن، به اقیانوس آرام گسیل داده شد. زیردریایی سورکوف ناگهان به یک بار ناپدید شد و بسیاری بر این باورند که شبانه و به صورت تصادفی توسط یک کشتی باری بزرگ آمریکایی زیر گرفته شده و در دریا غرق شده است. شماره 3، زیردریایی نوع 17. در سال 1933 یک پروفسور آلمانی به نام هلموت والتر یک سیستم پیشران زیردریایی منحصر به فرد و نوین را اختراع کرد که بسیار کوچکتر از سیستم توربینی دیزلی الکتریکی زمان خود بود. نیروی بیشتری تولید می‌کرد و با استفاده از آن زیردریایی‌ها می‌توانستند مدت زمان بیشتری را زیر آب باقی بمانند. تنها مشکل این بود که با هیدروژن پروکساید تغذیه می‌شد که معمولاً به عنوان سوخت راکت مورد استفاده قرار می‌گرفت. سال بعد او زیردریایی برای نیروی دریایی آلمان ساخت که می‌توانست با سرعت 30 گره دریایی، یعنی بیش از 55 کیلومتر در ساعت، در زیر آب حرکت کند، در حالی که سرعت زیردریایی‌های معمول در آن زمان تنها 7 گره دریایی، یعنی کمتر از 13 کیلومتر بر ساعت بود. این سیستم پیشران که به توربین والتر معروف شده بود، از یک نوع پروکساید هیدروژن تثبیت شده برای واکنش با سوخت فسیلی برای تولید بخار استفاده می‌کرد که باعث به حرکت درآمدن توربین می‌شد. فرماندهان نیروی دریایی آلمان با بررسی کوتاهی این پروژه را نادیده گرفتند، اما والتر بر ایده خود اصرار داشت و در سال 1937 موفق شد پروژه خود را به کارل دونیتز که بعدها فرمانده یوبوت‌های نیروی دریایی آلمان در طول جنگ جهانی دوم را به عهده گرفت، نشان دهد. دونیتز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در سال 1939 نمونه اولیه این سیستم روی یک زیردریایی یوبوت نصب شد. این نمونه تست‌های مختلف را با موفقیت به پایان رساند و در سال 1942 فرماندهی نیروی دریایی آلمان دستور ساخت 4 فروند از یوبوت‌های بزرگتر که توانایی ورود به اقیانوس را داشتند و از سیستم توربینی والتر استفاده می‌کردند را صادر کرد. دو سال بعد ساخت این زیردریایی‌ها به خاطر ساخت نمونه‌های معمول که با تعداد باتری بیشتر و قدرت هیدرودینامیک بهتر می‌توانستند سرعت بیشتری داشته باشند، کنسل شد. 4 نمونه کوچکتر از زیردریایی‌های ساحلی با توربین‌های والتر ساخته شده و با موفقیت آزمایش شدند که به یوبوت‌های نوع 17 مشهور شدند. اما هیچ کدام از این زیردریایی‌ها نتوانستند قبل از پایان جنگ وارد میدان نبرد شوند. بعدها بریتانیایی‌ها یکی از این زیردریایی‌ها را با توربین سوختی پروکساید هیدروژن به خدمت گرفت، اما با ساخت زیردریایی‌های با سوخت هسته‌ای این سیستم توربینی دیگر منسوخ شد. شماره 2، ناکاجیمای A6M 2N روفه. تنها جنگنده‌ای که در طول جنگ جهانی دوم دارای سیستم فرود روی آب بود، توسط ژاپنی‌ها ساخته شد و ناکاجیما A6M2N روفه نام داشت که به جای چرخ‌های باز شونده برای فرود بر روی زمین، یک صفحه پهن برای شناور ماندن روی آب داشت. این جنگنده برای انجام عملیات در پایگاه‌های هوایی ژاپن در جزایر طراحی شده بود و هدف از ساخت آن نیز پشتیبانی از دیگر ماشین‌های نظامی ژاپن در تسخیر جزایر متعدد در اقیانوس آرام بود. این نمونه با استفاده از جنگنده‌های زیرو ساخته شده و پس از ایجاد تغییرات در سیستم فرود، اولین نمونه آن در روزی که ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر حمله کردند به پرواز درآمد. اگرچه سنگینی سیستم نصب شده بر روی این هواپیما برای فرود باعث شده بود که عملکرد و کارایی آن به شدت کاهش یابد، اما روفه هنوز میتوانست کارایی خود را داشته و این موضوع را در نبردهای جزایر سلیمان به نمایش گذاشت. سپس آمریکایی‌ها در سال 1942 پایگاهی که این هواپیماها از آنجا سازماندهی می‌شدند را بمباران کرده و بدین ترتیب تقریبا تمامی روفه‌های عملیاتی شده نابود شدند. اما ژاپن همچنان به تولید این جنگنده ادامه داد و صدها فروند دیگر از این نوع ساخته شد که برای حمله به کاروان‌های متفقین، گشت‌زنی و هدفگیری دقیق برای کشتی‌های جنگی ژاپنی مورد استفاده قرار می‌گرفت. با افزایش حملات هوایی متفقین و دیکته شدن قدرت هوایی آنها در نبرد با ژاپن، روفه‌ها نیز کارایی خود را از دست دادند.
شماره 1، نور کانال دفاعی. نور کانال دفاعی تلاشی از جانب متفقین برای از کار انداختن سربازان آلمانی با استفاده از قدرت نور بود. این پروژه را یک مهندس یونانی پیشنهاد کرد که در بریتانیا زندگی می‌کرد. بر اساس ایده او، استفاده از نورافکن‌های سوسوزن قدرتمند باعث می‌شد که مردمک چشم به سرعت تنگ و گشاد شده و بدین ترتیب کوری موقت را در پی داشت و در ادامه باعث گیجی و حالت تهوع می‌شد. این سیستم نورافکن روی یک تانک نصب شده و آزمایش‌های میدانی کارایی مؤثر آن را نشان می‌داد. اگرچه در طول جنگ جهانی دوم سلاح‌های سری و مخفی بسیاری تولید شده و به میدان نبرد فرستاده شد، اما این سلاح هیچگاه در میدان نبرد مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا به دلیل سری بودن بیش از حد پروژه بسیاری از فرماندهان از وجود آن بی‌خبر بوده و برخی نیز که خبر داشتند کارایی آن در میدان نبرد را دست کم می‌گرفتند. بدین ترتیب برخی از این نورافکن‌ها به عنوان نورافکن‌های معمولی در گذشتن متفقین از رودخانه راین مورد استفاده قرار گرفتند. پس از پایان جنگ جهانی دوم این نورافکن‌ها کارایی خود را از دست داده و اوراق شدند. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.